ترامپ نظم و قانون را برقرار می کنم. اعلام آماده باش به ارتش اسرائیل برای ضمیمه کردن کرانه باختری رود اردن. پرزیدنت ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره نشست گروه هفت گفتگو کردند. جنتی، نمایندگان از رد صلاحیت ها درس بگیرند. با سلام و درود خدمت همه هموطنان عزیز، توجه شما را به شنیدن این بخش خبری جلب می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 12 خرداد با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور گفت که او رئیس جمهوری نظم و قانون است و به ناآرامی‌ها در کشور پایان خواهد داد. با این حال معترضان تا ساعت‌ها بعد از مقررات منع آمد و شد در خیابان‌های پایتخت آمریکا حضور داشتند. رئیس جمهوری آمریکا که در باغ روز کاخ سفید صحبت می‌کرد، از مرگ جورج فلوید ابراز انزجار کرد و گفت عدالت در این زمینه اجرا خواهد شد. به دنبال مرگ جورج فلوید که مأمور پلیس زانویش را روی گردن او گذاشته بود، بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا طی 6 روز گذشته شاهد اعتراضاتی بودند. رسانه‌های آمریکا وسعت و شدت ناآرامی‌های چند روز گذشته در این کشور را در طول چند دهه اخیر بی‌سابقه قلمداد کردند. دونالد ترامپ در ادامه گفت نخستین و بالاترین وظیفه من به عنوان رئیس جمهور دفاع از کشور بزرگ و مردم آمریکا است. من به عنوان رئیس جمهوری برای برقراری نظم و قانون سوگند یاد کردم و دقیقاً همین کار را خواهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که از همه اختیارات قانونی خود برای پایان دادن به ناآرامی در کشور استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ به گروه‌هایی که باعث به خشونت کشیدن تظاهرات صلح‌آمیز مردم می‌شوند حمله کرد و گفت که خشونت‌های روز اخیر تروریسم داخلی است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد برای پایان دادن به ناآرامی‌ها و جلوگیری از غارت و تخریب اموال عمومی و حمله به مردم از نیروهای ارتش استفاده خواهد شد. دونالد ترامپ به فرمانداران ایالت‌های آمریکا توصیه کرد تا از نیروهای گارد ملی به اندازه کافی استفاده کنند تا بر خیابان‌ها مسلط شوند. او تصریح کرد که شهرداران و فرمانداران می‌بایست بکارگیری گسترده از نیروهای انتظامی را تا زمان خاتمه خشونت‌ها ادامه دهند. رئیس جمهوری آمریکا با این حال میگوید در صورتی خودداری شهرداران یا فرمانداران از اتخاذ تدابیر لازم باعث خواهد شد که او با اعزام نیروهای نظامی مسئله را به سرعت حل و فصل کند. او با این حال تصریح کرد که با قاطعیت مقررات منع آمد و شد اجرا خواهد شد. دونالد ترامپ به کسانی که این مقررات را نادیده بگیرند و در خیابان‌ها بمانند هشدار داد با آنها برخورد قانونی خواهد شد. او همچنین در ادامه تاکید کرد همچنان دوست کسانی است که به صورت مسالمت آمیز دست به تظاهرات میزنند. دقایقی قبل از سخنرانی دونالد ترامپ در کاخ سفید معترضان در خیابان‌های مجاور حضور داشتند، اما نیروهای پلیس و ارتش با استفاده از گاز اشک‌آور آنها را وادار به ترک این خیابان‌ها کردند. پس از به عقب رانده شدن معترضان از خیابان‌های اطراف کاخ سفید، دونالد ترامپ پیاده از کلیسای سنت جان در خیابان روبروی کاخ سفید که بخش‌هایی از آن در اعتراضات اخیر دوچار آتش‌سوزی شد، بازدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از بازدید از این کلیسا با یک انجیل در دست به همراه برخی از مقام‌های کاخ سفید برای دقایقی در برابر خبرنگاران ایستاد. به رغم اجرای مقررات منع آمد و شد، در بسیاری از شهرهای آمریکا تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که معترضان تا ساعت‌ها پس از آغاز این مقررات در خیابان‌های واشنگتن و فیلادلفیا حضور داشتند. مقررات منع آمد و شد در شهر واشنگتن از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شد، اما شبکه‌های تلویزیونی ساعت 10:30 شب تصاویری از درگیری نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان را در سطح این شهر پخش کردند. نیروهای پلیس برای متوقف کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده می‌کردند. در لوئیزویل در ایالت کنتاکی هم درگیری‌هایی بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان پس از آغاز مقررات منع آمد و شد روی داده است. در همین حال شبکه تلویزیونی CNN تصاویری از غارت گسترده مغازه‌های منهتن نیویورک پیش و پس از آغاز مقررات منع آمد و شد پخش کرد. این شبکه میگوید در حالی که صدها نفر در قسمتی از شهر به صورت مسالمت‌آمیز دست به تظاهرات زده بودند، گروه‌های چند نفره به صورت سازماندهی شده در مرکز شهر و منهتن شمار زیادی از مغازه‌ها را تخریب و غارت کردند.
همچنین دست کم 40 نفر در اوکلند، کالیفرنیا به دلیل نقض مقررات منع آمده شد، بازداشت شدند. بنی گانتس، وزیر دفاع جدید اسرائیل، دوشنبه 12 خرداد به فرمانده کل ارتش کشورش فرمان داد تا برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن با فوریت آماده شود. با تصمیم دولت جدید، اسرائیل در گسترش محدوده رسمی این کشور از طریق انضمام حدود 30% از سرزمین‌های کرانه باختری، هشدارهای سران فلسطینی، عرب و اتحادیه اروپا نسبت به عواقب چنین اقدامی افزایش یافته است. بنی گانتس که رهبر حزب آبی و سفید است، در حال این فرمان را صادر کرده که تا پیش از ائتلاف ماه گذشته حزبش با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید تاکید داشت که الحاق یهودی نشین‌ها تنها باید ضمن هماهنگی با جامعه جهانی و آمریکا باشد. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، فرمان بنی گانتس که خود رئیس ستاد ارتش بوده و در دولت جدید نخست وزیر جایگزین نیز محسوب می‌شود، به منزله کنار آمدن حزب او با اراده بنیامین نتانیاهو در امر الحاق مناطقی در کرانه باختری است که یهودی نشین‌ها به روی آن ساخته شده‌اند. دولت اسرائیل تاریخ 4 هفته دیگر را برای آغاز روند الحاق تعیین کرده است. همزمان تایمز اسرائیل از مذاکره تلفنی بنیامین نتانیاهو با جورج کوشنر، مشاور ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شامگاه دوشنبه برای گفتگو در خصوص الحاق خبر داد. اسرائیل ظاهراً بر اساس نقشه طرح آمریکایی معامله قرن که آقای کوشنر آن را تهیه کرد، در صدد عملی کردن الحاق کرانه باختری است. آقای کوشنر در هفته‌های گذشته به فلسطینیان گفته بود اگر به روند مذاکرات با اسرائیل باز نگردند، آمریکا از اقدام اسرائیل حمایت خواهد کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در سفر ماه گذشته به اسرائیل گفته بود که انضمام این مناطق یک تصمیم اسرائیلی است. همزمان وزیر خارجه امارات متحده عربی دوشنبه در بیانیه‌ای به اسرائیل هشدار داد که این اقدامش زیانبار خواهد بود. به نوشته اورشلیم پست، بیانیه وزیر مشاور در امور خارجی امارات در حالی منتشر می شود که این امیرنشین حامی گسترش مناسبات خود و همسایگانش در خلیج فارس با اسرائیل بوده است. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، نیز که کشورش در 26 سال گذشته روابط کامل سیاسی با اسرائیل داشته، ماه گذشته به اشپیگل گفت که اقدام اسرائیل باعث برخورد سخت از سوی اردن خواهد شد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل فاش کردند که یوسی کوهن، رئیس موساد، هفته گذشته در سفر محرمانه به مصر با سران آن کشور در مورد الحاق کرانه باختری گفتگو کرده است. دولت مصر به این امر واکنش نشان نداده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و ولادیمیر پوتین در یک تماس تلفنی درباره برگزاری نشست گروه 7 با هم گفتگو کردند. کاخ سفید با تایید این خبر اعلام کرد که رهبران دو کشور درباره پیشرفت در مسیر گروه 7 تبادل نظر کردند. همچنین پرزیدنت ترامپ و پوتین درباره نیاز به کنترل مؤثر تسلیحات گفتگو کردند. بنابر این بیانیه، رهبران دو کشور در جریان گفتگوی تلفنی روز دوشنبه خود در مورد روند مقابله با ویروس کرونا و نیز بازگشایی اقتصاد جهانی صحبت کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده بیشتر از به تعویق افتادن نشست سران گروه 7 خبر داده بود. پیش از این پرزیدنت ترامپ پیشنهاد بازگشت روسیه به این نشست را داده بود. این گروه از زمان حمله روسیه به اوکراین عضویت مسکو در این گروه را لغو و آن کشور را از شرکت در این نشست ها منع کرد. آسوشیتد پرس گزارش داد که کاخ کرملین هنوز درباره پذیرفتن یا نپذیرفتن پیشنهاد حضور روسیه در نشست گروه 7 اظهار نظری نکرده است. پیشتر قرار بود تا اجلاس امسال این گروه اقتصادی را ماه ژوئن در محل تفرجگاه کمپ دیوید در مریلند آمریکا برگزار کند، اما با بحران شیوع ویروس کرونا اعلام شده بود که این دیدار به صورت مجازی برگزار خواهد شد. گروه 7 متشکل از ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، ژاپن و آلمان تشکیل شده که این کشورها با شیوع کرونا نیز درگیر هستند. دبیر شورای نگهبان از نمایندگان مجلس 11 خواسته است که از رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس درس بگیرند.
به گزارش ایسنا، احمد جنتی که روز 12 خرداد در جلسه شورای نگهبان سخن می گفت، با اشاره به انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی گفت شورای نگهبان در این انتخابات 70 نفر را رد صلاحیت کرد و 117 نماینده مجلس دهم نیز رأی نیاوردند. خوب است هم نمایندگان قبلی توجه کنند چه کرده اند که چنین اتفاقی برایشان افتاد و هم نمایندگان فعلی از این موضوع درس بگیرند. در جریان انتخابات مجلس برخی از نمایندگان مشهور مجلس دهم مانند علی مطهری و محمود صادقی نیز به دلایل سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. آقای مطهری در توضیح رد صلاحیت خود گفته است که به دلیل عدم التزام به نظام و نظرات متفاوتش با رهبر جمهوری اسلامی رد صلاحیت شده است. علاوه بر دلایل سیاسی، پیش از این عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود دلیل اکثر رد صلاحیت‌های مربوط به نمایندگان مجلس دهم سوء استفاده مالی و اقتصادی بوده است. یکی از مهمترین پرونده‌ها مربوط به تخلفات شرکت سایپا بود که منجر به صدور حکم 61 ماه حبس برای محمد عزیزی نماینده ابهر و بازداشت او شد. فریدون احمدی نماینده ابهر نیز حکم مشابه آقای عزیزی دارد، ولی هنوز خبر بازداشت او تایید نشده است. در رسانه‌های داخلی درباره پرونده دیگر نمایندگان مجلس دهم که به گفته سخنگوی شورای نگهبان سوء استفاده مالی و اقتصادی داشته اند گزارشی منتشر نشده است. سپاسگزاریم که تا انتهای این بخش خبری با ما همراه بودید. ایام بکام، خدا نگهدار.